کیوانو مشکی پوشیده. بابا کیو، خیلی محلقا بانوی من وصیت نکرده بود تو مراسمش مشکی نپوشی. الان تمام وصیت محلقا خانم مو به مو اجرا شده، فقط مانده پیرن گلگلی پوشیدن من. آفرین به این نوری و دختراش، الحق و الانصاف سنگ تمام گذاشت بره اون مرحوم و چراغ نزدش روشن نگرد. من اون خونه مرحوم فروختیم و این خونه جدید خریدیم. اون دلش می‌خواست که من بدهی شما را از پول فروش اون خونه ها بدم. آفرین. مهر لیست دستشه. خب انا یکی یکی به مهر بگی چقدر گرفتی که الباقی حسابتونه بگم من بدونم که چقدر بهش بده کردم. امروز مهر اینجا ندیدی. بعد یهو بیریخت شوهرت کجا بول کرد یهو رفت. نمیدونم والا گو یه کار واجبی براش پیش اومده بعدم برام میگه. بابش همینجا نگردم. مهر عالی بودی. فردا شب هم همینجوری حال بدی. همینجوریه. خیالت راحت. پول بیشتر بگیرت. به به. سلام. آقای دمت. سر یه کاری بودم. ببخشید. هی امشب تو مهمانی چند نفر بشم گفتن شوهرت از ما پول دستی گرفته پس نداده. مادر من در مورد شیخ خانم با توی صحبت نکرد. مثلا چه صحبتی؟ که شیخ خانم رو بدی به من. ازدواج کنی سر من بشه. خاک تو سر من که این سلمانی جونی میاد خواستگاری من. آ کیوانی حساب مهیار داره میزنه بالا. وقتی زن گرفته هر چی میخوام زیر پر و بالش بگیرم میگه نه، مرد اونه که رو پای خودش وایسه. یه فکری به حالش بکن، اگه قرار باشه همینجوری بخواد رو پای خودش وایسه آبروی کل خاندانت رو به باد میده. داداش صمد میشناسی؟ کجا آدرس دادن؟ بابا یه صورت بدفرمی دارم، موهاشم یه مدلی درست میکنم، بابا بالا همین تپه زندگی میکنم. اصلا این منطقه سال هاست که صمد به خودش ندیده. حسه شیشومه میگه دنبال مهیار آمده. آدرسش هم داشت، احتمالا طلبکارشه. اونم یه جوری خودش صمد معرفی کرده که یه جوری رد گم کنه. میخوام ببینم چجور بچه ایم، میشد دختر داد دستش یا نه. یعنی من به عنوان خانواده عروس حق ندارم راجع به داماد پرسجو بکنم؟ کدام داماد؟ بابا صمد هم میام دیگه. مهیار اومده واسه خاطر. به مهیار نه، صمد. آقا نخواستی. واسه واسطه میکنم.
The number you've dialed does not answer. Please try later. داخل حوزه مشترک مورد نظر لطفاً بعد از تماس بگیرید. The number you بابا جان بعدش بستی؟ خرد داره کبود میشه. من نمیدانم آخه آدم انقدر نمک نشناس. روژان براش چه کم گذاشته بود؟ بابا میدانی چیزه؟ ماه خانوادگی شانس نداریم. من نباید الان قضاوت بکنیم. من هنوز نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. چشم سب میکنیم یه دوقلو که از زن دومش گذاشت دامن خانواده خانزاده اون موقع قضاوت میکنیم. من باید برم اساسام جمع بکنم. مهیار مقاد عروس بیاره. زشته و ساله نمونده باید. بخواه خرابتو. بخواه بابا جان. مگه الان چیه؟ بابا جان اون بخواد عروس بیاره من باش درگیر بشم. شما هنون نوری جکی چنه نشتخصین. بابا فشارش بد نیست. فکر میکنم یکم شوکه شده باشه. استراحت بکنم شوکه. چقدر گفتم به هر مذکری که ابراز عشق کرد دختر ندید. او امر جان که تو تهران اسیر سیروس ایم از روژا شیرین تونم آخر میدم به همون سلمان شک نکن. تازه او هیچ پریشب خواب دیدم زن یارو شاگرد نانوای شدم تو تهران. شاگرد نانوا تعبیرش پول زیاده بابا جان. چی شده مهیا جواب نمیده؟ منم بودم جواب نمیدادم. کیوانم جواب نمیده. او هووی من رو بگیر. او میدانه مهیار من کجاست. من باید برم و سلام جمع بکنم. نکو فرش جان لباس تمیز نداره برای خواستگاری. شیلی بالا نکنه وای بکنم سوری روشم بگی بخواب همشید شدی؟ بابا گیان ده بخواب ده بابا او ادریس رو بگیر. اون آدم بزرگ و ترسویه فهمی جواب میده. مگه بس بابا چقدر سرسده میکنین شما؟ داریم جوشانده درست میکنیم بره بچه. بهترین دختر من داره از دست میره. به شما هیچ زن مکود میکنین بی سرسده این کاره بکن. باشه بابا بهترین دخترت رو جانه؟ آقا ازیس بیاد اینجا بگیم. الو آیا واش شد. سلام ادریس خان. سلام علیکم بفرمایید. ای کجا این چه خبر؟ تو رو خدا من نشینده بگیرین داریم میریم خواستگاری برای مهیار. نه ایزد من نه. از خواستگاری حقیقت داره. آدرس محل خواستگاری لطفا. تون قرآن معافم بکنین. ما آدم دلقی نیست. آدرس لطفا. چش چش الان اسمس میکنم برات. فقط نگین از ما گرفتین. من بچه هم کوچیکم. خیلی خوب شما دوتا مراقب روژن بشین. من خودم میرم اونجا برشن قطعی میکنم. هر حرف شما استایی ولی منم میام. پس تو مراقب روژن باش من رو رونق به هم دیگه بگیم. نه منم میام. بخواب دیگه هم اصلا خوب کرد. خب وای وای میکنم. خب قربانت برم. نمیشه قربانت برم. من یارم نداره میره خواسته داری. خانک شکریم قربانت. عزیز سلام برسم. به 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 چیش دلم روشن اقنوری عزیز. سلام علیکم. بعد از دور قشنگه نه؟ اقنوری که بذاریم؟ چیه که بذاریم؟ مراسم رو دیگه سلمان پیشور شیرین خانزاده به صف شم با شیرینی. آقا سلمان اصلا زمان مناسبی رو برای این بحث انتخاب نکردیم. نمیفهم. نه خانم اجازه بده زمان مناسبیشو پیدا کردم. اقنوری بفرما این خش شنبه سه هفته دیگه ولادته. زرش پلو میدیم با مرغ. یه سالاد الویه میذاریم کنارش. نظرتون چیه؟ وای سلمان گوجگیان. خدا هرچی به تو هیچی نداده. عوضش انقدر رو داده که اصلا تا سلاح کشتار جمعی هم خطرناک تری. برو پیکره بابا. آقا نوری دارم بهت هشدار میدم. اگه ندی به هم میرم دختر ابو کاوس رو میگیرم زایی میشی یا. دردی یه شبه دردی یه زعته بیا بریم بابا. اینقدر صف نباش مرد. آقا نوری. من چیکم دارم؟ خوشگلی ندارم، قد بالا ندارم، پول ندارم، خانواده ندارم. به من بگو چی ندارم؟ تا من برات توضیح بدم.
پول گلشیرینی چی شد؟ حالا بیاین دیر شد حساب میکنم باهاتون. گفتم مادر خرج توی 130 تومن دادن پول گلشیرینی. بیاین بابا. منم 180 تومن پول آرایشگاه دادم. واقعا؟ آره. اصلا مشخص نیست. پول منو بده. مگه از جیبت میدی؟ کل مسیر یک کلمه حرف نزدن. الان بلبل شدم. بیاین بابا. مادر جان بفرمایید شما. بفرمایید. پدر جان بفرمایید. بفرمایید. ببخشید دیگه دیر رسیدیم، تقصیر من بود. سر کار بودم، دیر رسیدیم، دیر رفتم خونه، همون آماده شدیم، سر حرکت کردیم اومدیم. بله، صمد جان به کارش خیلی علاقه داره. هرچی بهش میگم مامان جان، یه امروز و دو ساعت به خودت مرخصی بده تو میخوای بری خواستگاری. میگه نه مامان، کار مردم واجبه، نباید زمین بذاریمش. بله، پیداست هوا جاناتش، انسان شریفیه. بله، خیلی. خب، شریف مال یه دقیقه، تعریف از خود نماشه، ولی خب خوبی رو باید گفت. میگم که فامیلای عروس قرار بود که امشب تشریف بیارن. نرسیدن هنوز؟ حالا میرسن خدمتتان. ببینم آقا صمد، ماشاءالله خنده رو لبت نمیفته. خیلی دوست داری ازدواج بکنی ها؟ درسته؟ خیلی دوست دارم. خوشت میاد؟ آره. بعد از قدیمم گفتن زن چراغ خونه است. منم کلا از تاریکی میترسم. حالا چی شد که اسم آقازاده رو گذاشتین صمد؟ صمد جان بگو. آقا منتظرن. شما اسم من گذاشتین سامن، من کجا من چجوری گذاشتیم بچه؟ میگم عروس خانم نمیخوان چای بیارن؟ از دیشب کلی دلم براش تنگ شده. عروس خانم که نه، ولی خب هستن، چای میارن. دختر خانم چای میارن خدمتتون. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام. بفرمایید. بفرمایید چایی؟ نه من نمیخوام. این چایی با همه چایی ها فرق میکنه، بخور. نه هیچ فرق نمیکنه. برولا شما خوب هستین؟ نه بد نیستیم. اگه اشتباه نکنم شما باید عموی عروس خانم باشین. اشتباه میکنی؟ خوبم اشتباه میکنی. من پدر دامادم. درسته بابا جانم؟ آره من توضیح میدم. تو آشپزخونه اینا بودی؟ میگم برای خب چیزتانه؟ پچه را بابای داماد شد دوتا. ببینید ایشون سالای قبل با ایشون متارکه کرد. ایشون متعلق به زمان ایشونه، اما کسی که در حق ایشون پدری کرده ایشونه. آقا زور علکی نزن، قضیه لو رفته. بله لو رفته. خب ما رفع زحمت میکنم، شما فکراتون رو بشین داداش، بشین الان کار باشد دارم، بشین. من این نگاه میشناسم، این میخواد فرار بکنه. کجا میخوای بری بابا جان؟ بیرون که خبری نیست. همه اینجان. آقایان تشریف بیارین، داماد داره قریبی میکنه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. حالش این آقا زن داره؟ بله. زیاد نداره، یه دانه است، ولی من تشخیص میدم میتونه یکی دیگرم داشته باشه. درست میگم آقایان؟ ای درود بر شرفتان. اما کیوان کاملا درست میگه. تا الان نمیتونه خرجی یه نفره بده، الان نمیتونه خرجی دو نفره بده. اتفاقا حسنش در اینه که این جوان میتونه رو پای خودش بیسته. امو جان پاشو رو پای خودت بیسته تا ببینه. اما ولکو تو رو خدا بلکنه. میگم پاشو رو پای خودت وایسا، دارم برای تبلیغ میکنم وایسا. پاشو رو حرف همون کهوز حرف نزد. ماشالله صاف راست قامت چون سرف. سر ببخشید ما مزاحم جمع خانوادگیتون نمیشیم، با اجازتون بنیش دیگه، بنیش بابا. زنگ زدم مأمور کلانتری، همه با هم میریم. بشین، کاری نداری. بشین. قلب من ناراحته، اجازه بدیم ما رفت زحمت. بشین.
هیچ یه این خانه تا کانه بخورم. باز زنگ بزنیم پلیس بیان این شیادای سوداگره ببرن. بله شیاد خودتی، همین آقازاده جنابالی ما رو عجیر تر گفت من بابا ننه ندارم، بیاید برید برای من خواستگاری، ثواب داره. حالا ما جرم کردیم؟ آره من یار، تو چنین حرفی زدی؟ اگه اینجا بود از مریم نمیگذشت. بله با خانم. ای توف بی هویتت. خوشگل پسر، مبارکه باشه. آقا جا من تو توضیح میدم. بذار من اول توضیح بدم. یا زلجلال و اکرام. ببخشید جان خالی داد جنس خراب. بابا عزیزم چی شد؟ درم دقیق نیست که. بابا بگیرین نذارین من یار در بارم. من یار با ماشین دارم. بدو بدو خدا یکم تونتر برو، اینا من بگن زندم نمیذارن. آ این من موتوری پشت سرت چه کار میکنن؟ چه مخانه جانت؟ آقا من زن بچه دارم، آ مشکلی به ما پیش نیاری قربانه. مالا یکم گاز داده خیلی سرم خواستگاری بودم آقا. ای هر قضیه ناموسیه آقا جان، ما شانس نداریم، یه چاقوی میکنن تو پت پهلوی ما، بیچاره مان میکنی قربانه. پیاده شو پیاده شو. یعنی چی آقا ناموسی؟ یعنی چی اینا با این مشکل دارن که من زندم چرا دور رفتم خواستگاری؟ همین من دوم نامرده نادوتی پیاده شو گفتم، پیاده شو گفتم. نامرده نادوتی کجا دن میری؟ وایسا وایسین وایسین زب کنین، دو تا زدم تو گیجگاش، نمیتونه زیاد دور بشه. بریم دو مارش کنم برم یا بریم دو مارش کنم برم یا تمام شد. این بزنه به کود دست هیچ که بهش نمیرسه. آوه خب این مسیر رأی نداره دیگه، بعد از همینجا برگردم میپریم روش میگیریم. چی میگه آقا؟ مهیار راهشو پیدا میکنه. بچه که بودیم دستشو میگرفتم میآوردن تمام سوراخ‌سون با این کو یادش دادم، همه جاشو بلده. آقا جان شما برگردیم، شما برگردید به دخترم هم بگید اصلا نگران نباشم، من از این کوه بدون مهیار بر نمیگردم، مرده یا زنده‌ش میارم میندازم جلوی روژان، میگم بفرما اینم شوهر بیریخته، میخوای بهش زندگی کنی کمکت میکنم، میخوای آتیشش بزنی بازم کمکت میکنم، چون نمیتونم همینجوری وایسم قطره قطره آب شدن دخترم رو ببینم. یه ذره بنزینه بس کن. چون این بعد بیاد قشنگ توضیح بده به روژن بگه که چرا همچی کاری بهش کرده. چون اینجوری فکر و خیال دختر بدبخت منو نابود میکنه. باید قشنگ بیاد بگه که تو اون مغز معیوبش چی میگذشته که همچی معامله بر دختر من کرده. آفرین قربانه قربانه. خب آفرین دکتر بیار یکم بزن بینم. آها
خب کی با نوردین میره ای کوهستان صعب العبور معیار پیدا کنه بیاره پایین؟ محلقه خانم. و محلقه خانم چیه؟ آقا شما برگردیم، من خودم فردا تا قبل از ظهر برمیگردم. هوا برانیه داره برام میگیره. خدا حافظ، خدا حافظ. مواظب خودت باش. قربانه. رفت تو. نوری! ها! من نامرد نیستم تو تنها بذارم. باهات میام. آوا مرد حسابی، من به خاطر پسر تو میرم. بعد تو من نسر من میذاری؟ آقایان، هر کی توی کوهستان با ما هم را میشه دستشو بیاره جلو. یک دو سه الله! فاصله نگی چون اگه گم بشی سخت پیدامون کنی. برو بابا، میوه درختیه، باید توی کوه یه چیزی بخوریم که زنده بمانیم یا نه؟ چه زنده بمانیم؟ تو ما که زنده بمانی؟ دو ساعت پیش تو خواستگاری پسرت چه تا دانمارکی اقلیب کردی. بیا بریم آقا، بیا بریم رابیو. های های بعد تو روز بیاری اردی بهشت ما بهبه بهشتی پر از بادام کوهی، پر از شنگ، قرش، آویشن کوهی. بچه که بودیم خدا بیاموز پدرم، خدا بیاموز رفتگان شما ره، خدا بیاموز رفتگان چی نمیگی؟ میمادیم اینجا قرش میکردیم. یا خدا مهیاره؟ چی میگم مخواست؟ خودشانن، بلاخره برگشتن. چی هم مخواست؟ 60 سال پیش پسر نصرت توی کوه عمر شد. نصف بیشتر زمین های شهر مال نصرت خان بود. 30 نفر از آلی آبادی زدن به کوه برای پیدا کردن پسر نصرت. اما از اون 30 نفر 2 نفر زنده برگشتن. تمام اون نفرات تو همه کون زنده زنده پوزکن شده. اوه بی خیاله مکاو، زدی چیز آقا یه چیزی میگی، یه صدای ناله معمولی بود. معمولا حیوانات اهلی این صدا را خودشان دیگه. نه نه آقا بس. اون 2 نفری هم که زنده ماندن روحشونه به شیطان فروختوندن. یکی ازش که با گوشای خودشی میدود میگو وقتی صدای ناله این میامد یکی از ما قید میشود. خودشونه دیدون میگو یه دهن افقی با کلی دندانه و عمودی داشته. یه عمو قلد من افسر خب عمو کاوشم منم الان دهن افقی با دندانه عمودی دارم پس چرا از من نمیترسن؟ راست میگم یه هم چهرش با اونا مطابقت بکنم. بابا نفس افتادی. واو خب ندو هیچ نفر نمیکنید. یه ذره به خودت هم بیان. عمو کاوز شما بعیده. با هفته اصلا لازم یه ذره رعایت بکنی. اینا همینطوری نزده میرسن. شما هم دارید اون بکشی زیاد میکنی. من هر چی میگم مستند نوری. نه این موام تو آسیا سپید کردم، نه این دستان تو آسیا پیمه بسته. عمو کاوز شما با تجربه دنیا دیده ای درست، ولی مگه نمیگفتی صدای ناله می اومد یه نفر قید می شده؟ خب ما نه همه هستیم. تمام شد. سلمان کو؟ سلمان
راست میگه سلمان کو میگن چقدر گیجن سلمان اصلا به من نیامد بالای کو نوری تو سلمان بو گندگی ندیدی بابا آی قوت کردم بابا اشتباه کردم تو ادریسه میگی من نگران نباش الان پیداش بود سلمان جان سلمان همو کجایی سلمان کجا رفتم حرف بزن سلمان گفتم برگشتم جوغ صدا میکنی چرا سوت میزنی؟ صدای سوت اذیتشان میکنه آی سلمانه غلط نکنم در رو خوبی افتادن بیچاره ای بری کلا خوب بریم کمکش آقا بودو سلمان کجایی؟ سلمان گرم سلمان چه بهش آمده ای؟ بله آقا سلمان خنده کنن میفتد آقا سلمان بر زمین چیه؟ ولی واقعا اینا یه خبری برامون دیدن ها وگرنه چرا باید همچین طلای خطرناک اینجا کار بذارن بلاش که ازم به حضور انور کاملا مشخصه اینجا منطقه عبور مرور خسه اون چیزی هم که زیاد شکارچی غیر مجاز نامد ای پف آقا ببخشید بابا آقا چه ربطی به خرس داره کار خودشان نوری چرا تو برای سود میزنی ها دارم اذیتشان میکنم خب اگه مرض داری ازت بکنی نمیبینی پایین به چه روزی انداختن تو که از همه بدتری سرت خون ریزی داره بوی خونم کوسه رو جذب میکنه آقا تو کوتمر کوسه خب چه میدونم گر شغال آقای خواهشان خفشید ممنونم یک کمک او سردن که بده های دست بزنی آقا کمک و اینو وردن بریم اون طرف در یک دو سه آمیلو نچه بابا بلند کنم یواش تب داره خیلی تب داره آقایان به خدا من راضی نیستم به خاطر معیار خون دماغ کسی بیاد برگردیم همون کیوان دیگه کار از کار گذشته این سلمان بدبخت دو بشک خون از دست داده آقا نوری جان شما دختر به آدم شل میدی؟ والا ما به هر کور و کچلی دختر دادیم شل که برای من چیزی نیست بدیم دست درمت آتش دوار پای جذب میکنه بله دوار پا نشنیدی بابام موجودی که شبا توی کو دیده میشه خود شب شکل آدمیزاد در میاره داد میزنه فریاد میزنه پام درد میکنه کمرم درد میکنه یکی بیا منه بگیر از کور ای کو بیاردم پایی نصیب نشه او کسی که بره کوری بهش بده چهل متر پای تنها تسمهی اتو شکمش در میاد و میپیچه دور کمری یاد یه پیاده نمیشه که نمیشه که نمیشه امو کاوسی هم ببخشیده جدا میپرسم شما مرز داری؟ بله؟ یعنی چه؟ خوی چه حرفیه میزنی؟ دارم درست میگم بوام دوال پامون مرد از ماست؟ نه بوام ای های مرد از ما موجودیه که اگر نگاش بکنی او های بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه تا جایی که سرش میکنه با آسمان اما از مرد از ما نباید بترسی وای با حال او کسی که ازش بترسی باور بکو از گرینگوش هم خطرناکتر میشه چی؟ گرینگوش گرینگوش چه کثافتیه؟ ای هی نشنیدن اینا گرینگوش موجودیه بوام که دو تا گوش داره به پناه زمین یکیش این دوشک مینازد زیرش و یکیش این لاف کرسی میکشن رو اما فریادی داره نگو و نپرس وقتی فریاد بکشه تمام مرده ها
از قبل خبردار وای میستن دو پا دارن دو پا من شما قرض میکنم برار برقرار ترچی میدن آقا جون آقا نوری تو رو خدا کمکم کنی غلط کردم ببین پای سلمانه کله منه ببین آخه چرا آقا جون نه یا جلو همون جا بایستا این دوال پای خودشم به شرط معیادره آقا محضر روزه خدا امو کم و کم شرط پت بگو این بیریخ هیچ اسمی نداره جز مهیر آقا من دارم میبینم 40 متر پای تصمیه داره من پاهاشو میبینم میخواد به همون حمله کنه یواش این تب داره داره هزیان میگه یواش یواش بودا بودا تا سابر بودا 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 بابا صد دفعه گفتم از گروه جدا نشین همه به هم دیگه حرکت بکنین صداش از اونجا میاد یا اصلا جلال و اکرم امشب دو تا کشته ندیم صلوات اللهم صلوات بانه محمد حق نوری بیا نریم جلو میترسم دوال پا باشه درم از اون نمایه میکنه بخواد سوارمون بشه ای سلمه یه دفعه دیگه چرت و پرت بگی اون یکی بعدم از محل اتصال رو به لگن جدا میکنم آویزه میکنم به همین درخته خوراک جانوران و پرندگان بشه گرفتی؟ آقا من مریضم احتمالا دارم هزیان میگم بگی دهنت گل بگی بیا جلو من نمیام آقا بیا بیا بح 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 سلام علیکم خوب هستین؟ خدا چه فکر بکنی؟ خب نه نه اجازه بدین الان یه چوبی چیزی پیدا میکنم میام نجات تم میدم همینجا باشین زود باش بیا بیا اینجا بیا بیا هست بابا نه دست باش حالا از ما برد و حالا بیاد زود باش بابا 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 مصیبت آقا نوری حالتون خوبه فکر میکنم که حق به امو کاووس بود انشاءالله با امید حق علیه باطل امشب همه من دست جمعی به دیار باقی میشی تبیم بری چی گریه میکنی خدا نکنه آقا خدا نکنه من تازه میخواستم با شیرین خانم ازدواج کنم یه دو قلوی زاغ و بول براتون بیارم به همه قیافه من نمیفهمم چی میگه باو امو کیوان وایسا باو اینجوری نمیشه باو کشتی چی شد؟ جان مادر تو این موقعیت نمیرسه حوصله ندارم آقا لونی کلی تو چی بده؟ بابا این هده ها چیزه تر میاره میگم کلی تو چی بده نوری کیوان راست میگه نهایتا او بالا بیفته پایین دست پاد بشکنه بهتره کنه بهتره اونه چی که جانوره او بالا Come on!
سریع تو جو برو نمیتونم بردم از کار میامیده بچم و چی کار زیده ازم نمیتونم پس تو اونجا چه غلطی میکردی؟ رفتی بچمونو کردی تو شکم خرس برگشتی خیالت راحت شد؟ فریده جان صد بار گفتم من اون موقع تو گودال بودم اما اگه بیرونم بودم کاری از دست من بر نمی آمد پنجه تو پنجه خرس که نمی دانستم به نازم من بودم می انداختم من گردن خرسی که بخواد بچه‌مو بخوره با همین دستام می شکستم پسری بیا جانش گذاشت سر یه تصمیم احمقانه نه خیر مهیار من خیلی هم زبر و زرنگ بود من مطمئنم از دستش فرار کرده همین الان پا میشی میری دنبالش پیداش میکنی فریده جان امید وای به خودت نده پسر ما الان هم حذف شده نه رفت به کارش ببخشی آفرید خانم تسلیه میگم غم آخرتان باشه ولی بابای من سه بار خوابش برده هر سه بار با صدای گریه شما خواب پریده شیرین جان داغ بچه دیدم میفهمی؟ شنگول منگول نیست که برم مهیارم از شکم آقا گرگه بکشم بیرون درود بر شرف بگم بیدر راحت بشم اما فریده خانم باور الله بلیر ما تپهی از دست دادن جان منم پیش رفتیم اصلا خسته داشت میره بلده نمولده خسته داشت میره مهیار یه اون نقف ظاهر شد نختت به خسته خستم کیش بهتره باید بزر راحت بشم بچم ای خدا جیگرم بنده خدا خیلی سخته خدا صبرشم میده بابا خدا به خواهر بیچاره من صبر بده سر جوانی بی بشو بیچاره روژان بابا من داستان زندگی مهیار رو حتما می نویسم چقدر بده می آمد ازش می نویسم تا درس عبرت بشه بره اون مردایی که تا شوالشان میشه دوتا هوا برشان می داره ای کاش اقلا این شلوارش دوتا شده بود به 98% مردم شهر و روستا بدهکار بود بسه بابا نمیدانی 37500 هم همه گرفت من بهتون واقعا؟ خب پس هیچی دیگه شد 99%. آره به خدا اینا شانس آوردن دخترم که ما باشان بودم باور بکن یکی یکی کولشان کردم از اون گودال آوردم بیرون کولی رفتم تو بیابان ویژگی های دارویی جمع کردم آوردم گذاشتم رو زخم زیلیش که اینا نجات پیدا بکنن اگر من نمیشدم سه نفرشان به دیار باقی رفته بود امرا در دروغ میگه تو این سن و سال به جایی که اونا هوا تو داشته باشن شما باید برید تر و خشکشون کنی؟ همینه دخترم اینا هیچ کدام ارزه جوانه قدیمه که ندارن بابا برو اون پندره بزن که نکرشته ای بابا ول کن نمیخوام چشم بیافته بابا گم برو آخه زور داره آخه تمام بدبختیمون تقصیر همون کاوز بود همون کاوز که شما مره نجات دادی ای ماشالله به اون موی سفیده ماشالله سلام علیکم قربانه همو کاوز ماشالله خوب داری خالی میبندی برای دختر خانمت نجات ندادم خود محیطبان ها گفتن که صدای فریاد شما شنیدیم تا آمدیم اونجا او فریاد که همه من داشتیم میکشیدیم درسته اما صدای فریاد من بهتر تشخیص داده بوده ای بریکالله ما کاوز کن براقب این بابا این نازنینت باش بسیار انسان راستگو و امینیه و خیلی ذهن خلاقی هم داره دروغو هم اصلا دشمن خدا نیست بابا این محیطبانه بنده خدا میگفت این شکرچی ها به ساعت تله رو دیروز بعد از ظهر گذاشته شانس ما است دیگه کلی هم تشکر کرد که ما باعث شدیم اون حیوانات تو تله نیفتن خان پرستر ببخشید خانم من برداره بعد او یار سرم کرده بیاره چه آقا؟ سرم دیگه چجور بیاری آقا؟ بفهمید دراز بکشین لبه تخت نشینین خب دیده دلش خواسته چه چیزایی میگن سن چند مخوره کنم آقا لطفا سنتانه بگین دارم اطلاعات بیمار تکمیل میکنم نه خدایی چند 200 سالشه بابا 67 سالشه نره بجم این امو کاوزه زبله ناخد یه داره تمام میشه چیزی ازش نمانده که بفهمید اینجا چه خبره؟ پدرشم عاشق همن خانم من به شما نگفتم یا آقا نباید چیزی بخوره؟ حتی کوکو بله حتی کوکو فعلا باید ناشتا باشن بچه همه دلم میسوزه به غیر از ایشان همه بیمارایی که سرومشان تمام شده میتونن برن کار ترخیصشان انجام بدن
شما هم بی زحمت تو اصلاش بیاد. سلمان آیوی کمرم شکر سلمان سلمان اجاق مارکون شد برید نه فرصت هست اینجوری نگو فرصت هست هره والا ساده ای خودت تو این کار ریست فکر کردی ببینم پسر پیوانه میخواستم کی بکنم افرین افرین فرشته میگم بیچاره روشن خانه از وقتی خبر رو شنیده از نظر روحی کاملا فرو پاشیده شد حقش نبود بنده خدا شما مردا همه تان همینجوری جواب محبت باسط هم بابا فرشته جان تو چرا این حرف رو میزنی؟ تو توی زندگی غیر از محبت و قربان و صدقه از من چیز دیگه ای دیدی؟ خیلی یکی بره تو بین دکتره فهمیده شوهرش مرده راست میگه خو یکی دام برید تو رنا خانم داخل مادر جان اتفاقا من بودم وقتی بهش گفتن خرس مهیار خورده از این خیالش هم نبود حق داره این خیالش نباشه رفته سر روح جان هوا آورده تو میخرس شده اینه عاقبت آدم تمکار در اعتقاد من خدا یکی زن یکی ای بابا اجسی بچه‌ها خیلی دارن شلوغی میکنن ساکتشان کو بچه‌ها ساکت همین بچه من با بچه‌هام گفتگو محورم میخوای با بیلی گفتم جانشان آقا نمیخواد نمیخواد سلام علیکم چه خبر شده باز ازدحام برای چیه تسلیت میگیم تسلیت درز میکنیم خدا بهشت صبر بده روژان جان به زودی اساسات جمع کردی کاری از دست ما برمیاد اگه اجازه بدین آقایان اساسای کول بکنن جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره مهیار عزیز بلند صلوات اللهم صل علی محمد و آل مخواین بری مهیار مه عزاداری بگیرین دستان داد نکنه ولی خانواده زن دومش هم خبر بدین بیادبی مراسم بگیریم اونا نباشه ای خدا لعنت کنه هرچه مرد خیانتکاره ای توف برود بیار معیا که این دختر در عنفوان جوانی سیاپوش کردی کی این دختر در عنفوان جوانی سیاپوش کرده ملقا خانم ملقا خانم چیزه معیار معیار قاطی کردیم من میدونم این پسر یه ریگی توی کرد ای روز گاری مثلا باش با دلان مانو هیچی ریجی شد دارت بگرد الان کجایی تو چی ریجی شد مانو الان من چه خود بسرم بگیم بچه هم کجاست خیر زندگی نبی دست بهش نمیزنی چیکار با عکس بچه من داری ببخشید فکرم داره اذیتتان میکنه نه مهیار من هیچ وقت اذیت نمیکرد انقدر پشت سرش حرف زدین مردم همه باش لج کردن ما پشت سرش حرف زدیم ما که خواهر دست گل منو دو دستی تقدیمش کردیم دیگه باید چه کار میکردیم والا آدم چه حرفایی میشنوه ای جره پس نکو بیا پیم ببکن ما الان همه نراحتیم بهتره که حرف نزنیم یه موقع خدایی نکرده این احترامه بین میده منو که کیوان خانم سن من بالا هست یه موقع خدایی نکرده دوست تحصیلی ریز و دورش میزنیم اون موقع شما یه سال ازادر ای بابا خدا نکنه شما بره چه سره دیگه درود بر شرفت وسایل بچه منو جمع کنیم میخوام ببرم از این به بعد باید با وسایلش روزا و شب کنم چه وسیله مهیار اینجا وسیله نداره راست میگه اون خدا بیامرز تو خونه خودشم وسیله نداشت بعد اینجا وسیله داشته باشه یعنی هیچی آقا نوری دستتون درد نکنه انقدر از بچه من بیزار بودین که هیچی ازش نگه نداشتین شیرینگن پشا برو ببین یه چیزی ازش مونده برو بابگن نلا بچهش اونجور خست بوده خودشم افتاده مرده نبرده پشا چشم خیلی دنیای عجیبیه عجیب یه عده هستن یه عمر زیرابی میرن هیچکی متوجه نمیشه بعد یه نفر یه قدم پشه کج میذاره یه او تومه خرس میشه بله
این همه شانس گند ماست. بچه من پاشو کش گذاشته بود؟ من دیگه هیچی حرف نمیزنم. خودش از بالای کوه میاد پایین جواب همه تونو میده. کش گذاشته بود خانم، کش گذاشته بود. من با این چشه خودم دیدم تو مراسم خواستگاری نشسته بود، از این طرف تا او طرفم نیشش واز بود. شما یکی اصلا حرف نزن، همیشه علیه بچه من بودی، الانم پاش بیفته میری به نفع خرسش عادت میدی. بیا بفرما، فکر میکنم هینا باشه. در گذشته این زیر شلوانی مال من بود، من دادمش به مهیار که میاد اینجا راحت بشه. اینا رو ریده بود جیجیش که بخونه؟ نه گذشته بود بین فقره تقسیم بود. بله خدا بیامرس همیشه درنش می جنبید. نقلم داره. نخور ضرر داره میمیری. بذار ببینم بدون معیاد چه به درد من میخوره این دنیا. بابا ایوانات جوان تو به سیمت هست. بابا ایوان برای خودت میگه بخوری سقط میشی. بذار سقط بشم، بذار ببینم این دنیا به چه درد من بخوره. بابا غلط کردم، بخور. چه وحشیه اینا، چیه؟ اون مشلول خودکاره. از شود که چندین بار به مهیار گفتم، گفتم بابا بگم من پدر زنتم، این شوخیه رو برو به همسن سالای خودت بکن. از کودکی تربیت درستی نداشته این بشره. نگار فهمیده بود خرس مخواد بخوردش. آدم معتقدی بود. ای مادر بمیره برا. سلام. سلام بابا جان. سلام آمدی. سلام عروس با وفا. سب میکردی استخوناشو میآوردن بعد میرفتی وسایلاتو جمع میکردی تشریف میآوردی. ربطی به خرس نداره فرید خانم. راجا همو دیشب تصمیم گرفت که جمع بکنه. میخواست جا واسه وسایل عروس جدیدتان باز بشه. عروس؟ کدوم عروس؟ چرا اینقدر پشت سر بچم حرف میزنیم، بهش تهمت میزنیم؟ آفرین روژان جان، از تو انتظار نداشتم. با آبروی ما بازی نشده؟ تشریف ببرید بیرون ببینین دمه در چه خبره. این همه مردم پشت سرم را افتادن پش پش میکنن، میگن دختره حتما یه ایرادی داشته که من یه رفت را افتادم. وایسا گیگن رس میگه کیا دنبالتون را افتاده بوده؟ بگید کیا نیفتادن؟ همه گروسلی بازی که در نیوردی؟ نه. کتکاری که نکردی؟ نه. خیالم راحت بشه؟ الان کجان؟ اما ها آمدن تو ولی بقیه را ندادم. ای بابا بیشن دیگر. خیلی عجیبه کیوانگن، من خیلی بدم میاد از انسان های فضول. با اجازتن یه دقیقه برم اینا رو متفرق کنم برگردم، ولی خواهشن تا برمیگردم هیچ کی چه حرفی داریم بزنیم؟ صحبت نکنه چون خیلی فضا مستعد تشنجه. اصلا یه جوری با همدیگر رفتار کنید انگار چشم دیدن همدیگر ندارید. بچه‌ها سلام برمیگردم. نیا آقا نوری، نیا من بالا میرم، من الیه بیلم آقلا میم دانش میم ازو بیلی شولار آخی. بابا فریده خانم خواهش دیرم، تمنا ایلیرم، منو اوریمه سندرم بیر تاقه الان قولن آقل میم با هم دیگه حرف نزنیده. بابا گوش بده دیا، ما گل تو دل مال جوالا دست دادیم. سلام علیکم. سلام علیکم. زحمت کشیدید، زحمت کشیدید. چرا دمته؟ تشبیه ده؟ بفرمایید. نه 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 شرمنده، یه لحظه اجازه بدید. این کلبه خرابه البته متعلق به همه ایشون است، ولی الان شرایطی زاره بحرانیه. پدر مادر متوفی متاسفانه اوضاعشون خوب نیست. دختر منم که دیدین نیاز به زمان و یه ذره تنهایی داره که یه ذره بهتر بشه انشاءالله. آقا نوری yeah. مراسم ختم آقا مهیار چی میشه؟ هرچی باشه اون رفیق ما بود، جلوی چشم این اهالی قد کشید. آره راست میگو. عرضم به حضور شما که انشاءالله تاریخ مراسم از طریق مسجد خدمت همه شما اعلام میشه، ولی اجازه بدین اول بقایای اون مرحوم پیدا بکنیم. بقایا؟ کدام بقایا؟
مگه خرس اتومش چیزی باقی میذاره؟ Yes, of course. مثلا شلوارشه، جورابشه، دستکلیدشه، سیبیلشه، این چیزا رو میگن. لااقل بمو بگو چجوری مرده. آگاهی حق این مردمه. خرس امان نمیده به شکارش. اول میگیره یک کتک مفصل بهش میزنه، بعد شروع میکنه به خوردنش. آقا سیروز چرا جمع میبندی؟ چرا خودت هم مدیان میکنی؟ اتفاقا بعضی خرسا خیلی مهربانن، تومشان هم میذارن بره. آقا جان خرس مهربان مال تو کارتونه هاست، تو واقعیت پاراپورا میکنه، میدرانه و میره جلو. ای بریکلا، خرس بی خودی حمله نمیکنه. خرس هم مثل عقاب میمانه، وقتی تخم میذاره وای میسه، نه هر که نزدیک بشه چیشیشه در میاره. ادیسگن خرس تخم گذاره؟ نمیذار. ببخشین متوجه اشتباه خودم شدم. بچه ها را بیفتین بریم. را بیفتین. آره، فرما. شما متفرق بشین. نه ایشالله طریق مسجد. فرما. قربان نه فرما. متفرق بشین. خدا حافظ. وای سامان بیا. ایشالله طریق مسجد تلاق سالم. فرما. خدا حافظ بابا جان. کسی نرزیده چرخد. ای بری کبا برو. خدا حافظ. متفرق بشین. شما متفرق نمیشین؟ شرمنده، بالا این منطقه این به جنه بودم. سلام، بنده زمانی هستم. ای زمانی، جنه در خدمتم، هم فرمه. یه عرض کوچیک خدمتون داشتم. ولی گفتنش یکم برام سخته. نه بابا راحت باشین، الان دیدین اهلی چجور راحت میخواستم بیان داخل خانه. شما راحت حرفتنه بزنیم. من پدر همون دختری هستم که آقا مهیار اومد خواستگاریش. آخ من واقعا شرمنده ایشونم. اصلا زبانم برای از خیلی لاله، نمیدونم چی بگم. خیر قربان، من شرمنده شما. نه شما بزرگواری. حالا دکتر خانم چی داره؟ شنیدم بعد از این مجلس یه ذره کسالت پیدا کرد. انشالله بهتره. انشالله. ببینید خدمتون چی عرض کنم، خدمتون عرض کنم که قضیه مربوط میشه به شرمندم. من دعوت نکردم شما را داخل بفرمایید. بریم داخل صحبت. نه اجازه بدید همینجا مطلبمو بگم. نه فرمایید داخل با او فرمودین. صحیح نیست. نه بابا صحیحه. فرمودین صحبت مهم، صحبت مهم که اینجا نمیشه. اینجا مال سلام و خداحافظی و چرا دیر آمدین و ان شاء الله من میام منزل شما. فرمایید خواهش می‌کنم. من خجالت می‌کشم. اجازه بدید که من همینجا بشینم. نه جوره فرمایید داخل. خواهش می‌کنم. صحبت می‌گه چای تلخی با هم دیگه می‌خوریم. فرمایید. اصلا روی اومدن خونه شما رو ندارم. نه این خرفه چیه بابا؟ صاف میکنیم. اجازه بدید رو همون پله پس بشینیم. فرمه هجوی راحتی. من اینجوری نراحتیم البته. فرمه همین جلو میخوام. نه اینه امه همه. سلام همه گن. سلام ببخش. اینچه امه هایی دارم. خدا حفظشون. دست داده این نه کلانه است. نگاه کن داخلش سبزی خیلی خوشمزه است. میشه جانم. نه بابا میفرمایید یکم. خیلی متشکرم. آقا نخوری یکی چه عقبی. ممنونم. بفرمایید. میل نمیکنی؟ متشکرم. نخیر بفرمایید. خب من در خدمت شما هستم. فرمایید. اصلا ما نمیدونیم چرا کارمون با آقا مهیار به اینجا کشیده. عرضم به حضور شما که راستش این مهیار مدتی بود که قدم در جاده تباهی گذاشته بود، ولی من فکر نمی‌کردم که اینقدر کار احمقانه ازش سر بزنه. اون مقصر نیست، بیشتر من مقصرم. بابا این چه صحبتی می‌فرمایید؟ شما اگه می‌دونستین مهیار زنده‌ره آیا تو خونه رش می‌دارید؟ می‌دونستیم زنده‌ره. ها؟ خودش به همون گفته بود زنده‌ره، حتی عکس خانومش هم نشون خانوم من داده بود. به خانوم من گفته بود که عاشق زنشه. ببینم یعنی شما با اینکه دخترتون بشه زن دوم مهیار هیچ مشکلی نداشتین؟ مشکل داشتیم، خیلی هم مشکل داشتیم. بس یعنی چی؟ من شرط کرده بودین که مثلا دختر منو طلاق بده بعد بیاد دختر شما رو بگیره. نه قربان، اصلا خواستگاری سوری بوده. ها؟ سوری بود، روم به دیوار، پول از من گرفته بودن که برای دخترم خواستگار بفرستن. یعنی مهیار بهش پول داده بودیم که دختر شما رو بگیره؟ پول داده بودیم که نگیره. آی زمین دوربین مخفیه؟ آقا دوربین مخفیه من فهمیدم، بیاین بیرون. اما اجاب رعایت بکنیم. من فهمیدم، بیاین بیرون. آقای من دوربین مخفی چیه؟ من جدی دارم صحبت میکنم. اسم شریفتون چیه؟ بنده خانزاده هستم، نورالدین خانزاده، فرزند نور محمد. آقای خانزاده جه. دختر من خواستگار نداشت، همسایه ها و آشناها به هی سرکوف می زدن. افسرده شده بود، روز به روزم حالش وخیمتر می شد.
یه نفر از خدا بیخبر گفتش که یه سایتی هست پول میگیره خواستگار الکی میفرسته. عزیز منن، منم احمق شدم، به خاطر دخترم قبول کردم. خب تمام فامیلم خبر کرده که میخواد واسه دخترمو خواستگار بیاد. ایوه ویله، بعدم قرار شد دخترمو مجاب بکنم که جواب منفی بده. چیکاری کردی شما؟ الان دخترم متوجه شده که خواستگاری سوری بوده، زبونش بند اومده، گریه میکنه مدام. ایداده بیدار، خیلی کارش بگم، کارم بده کردیم. پس یعنی مهیار پول گرفته بود که بیاد خواستگاری؟ مهیار مدتیه با این سایت همکاری میکنه. خودش جوون خوبیه، میگفت دوست دارم رو پای خودم واسم. آقای زمدیکن، حالا اصلا شما میدونید یه دانه جوان برنه به خاطر همین ماجرای سوریه شما مرده، از بین رفته. اصلا میدونید الان مادرش اون بالا در زمین و زمان چنگ میزنه؟ این کار خوبیه؟ کی گفته مهیار مرده؟ آقا خستون بالش کرد، خود بنده که الان در خدمتتان هستم به همراه 5-6 نفر دیگه نزدیک بود به خاطر همین ماجرای سوریه شما مرحوم بشیم. آقای خانزاده، مهیار زنده است، نمرده. یا مقلب القلوب والابصار، من با همون رابطه سایت کذایی اومدم خونه شما، خودش با موتور رفته تای کوچه، وقتی دید مردم فکر میکنن مهیار مرده جرئت نکرد به شما بیاد راستشو بگه. یعنی الان مهیار زنده است؟ مثلا دست به داره، سالمه، راه میره؟ آقا سالمه. من اومدم واقعیتو به شما بگم که زندگی این جوان از هم نپاشید. واقعا مردی، مردی. همه تقصیرها گردن منه، هر گونه تصمیمی هم که در مورد من بگیری حق داری، من گردنم از مو نازکتره. خیلی مردی، ولی خواهش میکنم به خانوادم لطمه نزنی. نه بابا مگر من شیطیم دیوانه؟ فکر کردی من شیش میزنم؟ به اندازه کافی داغون هستیم. یه کاری نکنیدم، ازتون خواهش میکنم، دخترم دیگه نابودتر از این بشه. نه خیالتون راحت، ای دماد سگ جان. چنگ خست در رفت. روشن جان، فریده خانم، حیوان، مهیار زنده. هم از زمین آسمان به من نشانه رفته است، نشانه من چه بی نشان از این زمان رفته است. به دست تو راهی شده، به پای خود آمده است، تا ساحل آرامش دل را به دریا زده است. چون رود سپیدی که به دریا میرسم، از تو بزرگی مثل الوند چشمی ساده شد در تو. تو مثل بی ستون هستی، تو حتما قصر شیرینی، تو انقدر عشق داری که منو فرهاد میبینی. خم هرچی زور گردی امشو شمشال یک چو، خم هرچی دوز گردی امشو دسمال یک چو. در واکن تا کپو همزگان سیر باری، بان بگر سر چوبی وارانی نم نمواری. تاق و سانزانی هر او تاکو سری برزن، نه لافاوی جوانی بویدهی، نه حال کنگی لزو لرزن. توینه نخش قی سرون، تی ترنگی آو سیروانی، توینه شرم دا پیری، تو حال پرکی دزیرانی. تو چون رود سپیدی که به دریا میرسم، از تو مزارگی مثل الون چشمی ساده شد در تو. تو مثل بی ستون هستی، تو حتما قصر شیرینی، تو انقدر عشق داری که منو فرهاد میبینی. خم هرچی زور گردی امشو شمشال یک چو، خم هرچی دوز گردی امشو دسمال یک چو. در واکن تا کپو همزگانی سیر باری، بان بگر سر چوبی وارانی نم نم واری.